منحوس ستمشاهی کشور ایران دستخوش دگرگونی های اساسی قرار گرفته است. خوبه، مرسی، ممنون. میشه منو کمک کنین؟ جوش آورده دیگه، از رادیاتشه. جاده ها اینجا رادیات نمیذارن به ماشین. حالا امروز که نمیشه، بذارش اینجا سر فرصت. گوش کن آکا، من باید به مرز برسم تو شب. بیشتر پول میدم. مرا پولش نیست. کار نمیکنم من امروز. چرا؟ خستگی. حالا شما برای چرخی بزن، ببینم چی میشه. اون گفت که منو به مرز برسونه. ملتفتم. میخوای رد بشی بری. باشه. راش میندازم برات. اگه بشه. این دور برو. قفه کنی نیست. چرا اون بالا یه جایی هست. ممنون. Speak English. Speak English. I must talk fast. There are things in this village you do not know about. They cannot get away with this. These devils. ببخشش آقا. حال خوشی نداره بیچاره. بسیاری جد آبادته. خانم خوبیت نداره اینجا با غریبه صحبت میکنی. برو جانم. برو. آقا خوش آمدی به کوپایه. بنده ابراهیم کت خدا اینده هستم.
ایشونم شیخ حسن پیش نماز ماست. بفرما صبحانه در خدمتت باشیم. وظیفه بنده ایجاب میکنه هر قریبی که به ده میاد استقبال کنم. خوش آمد. ممنون. من منتظر تعمیر اتومبیلم هستم و باید به گرام برسم. ببخشید این کار شما چیه که باید در موردش برسید؟ با قلم و کاغذ قطرم. قلم میزنه. حساب داری؟ روزنامه نویس. ببخشید ببخشید شما لحجه دارید. مال کجایی شما؟ مگیم فرانسه هستم و در روح باگسته به فرانسه. بله فرانسه همونطور که میدونید امام ما آیت الله خمینی مدتی در فرانسه بود و این فرانسوی ها خیلی خوب تحویل گرفتن امام. ولی چیزی نخوری که نمیشه آقا بفرما. از ممو نبسیتون ممنونم ولی نه مرسی. اقلا یه چای نبات بخور با ما برا دل دردت هم خوبه. بشه دفعه دیگه. ممنون. Did anybody see you? Oh, جانم، جانم، چی شده؟ من قربونتون برم الهی، چیزی نیست. بیا، بیا نگاه کن. مهمون فرنگی داریم. میخوام براش چایی درست کنم. شما برین اون تو بازی بکنی. بیا، باری که الله دخترهای خوب. بیا قربونت برم. فداد شم، برو قربونت برم. همینجا من، همینجا. Forgive them. They have been through so much. Are they yours? They are daughters of my niece, Soraya. I am Zahra. 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 Are you crazy? They think so. And the police beat a bone and inviting a stranger and your own. I'm inclined to agree. Sit, please. I will give you some tea. Then you decide who is crazy. Me or them. Smoke. The Ayatollahs have banned
women from smoking. Today I am old, 100 years older than yesterday. But I know right from wrong. What happened here yesterday was wrong. Yesterday. The devil himself visited this town. And Allah, the merciful, know it. God willing, inshallah, you will know it too. Start your machine. Voices of women do not matter in here. I want you to take my voice with you. Why should I listen to you? If, as you say, the voices of women no longer matter anywhere in this country. Hear my story first. You will know why you should listen. There are men in this town who are wild dogs. Their hunt began not long ago with Soraya's husband, Ali. صرف شکر رضایت بده. زن ها طبعا لجباز میشن. شما که خانم خودت و سرعیه رو بهتر میشن. سلام. یه جوری باید قانعش کنه. اینشالله. راه دیگه نره. باید راضی بشه. اینشالله. هی اینشالله اینشالله میکنی؟ حالا واسه من جانماز آب میکشی؟ حسن. سابقت دستمه. مشکن بزنم بگشید زندم. برای قضات شاه فاسد و ملعون شما محکوم به دزدی، باجگیری و بی‌ناموسی شدین اما حالا تهدید می‌کنی؟ نه، الله است. فریاد باشه. ببین من تو با هم اختلافی نداری. مسئله ما سرعیاست. به زور که نمیشه رازش کرد. مشکل من نیست. رازش کن. ببین کی داره میاد. آخوند روحانی ده. یا خانم حالتون خوبه انشالله به مرحبه علی اینجا نیست سرعی خانم من آمدم اینجا با شما صحبت چه دخترهای نازی داری بچه های نازنی بچه ها اینجا بمونین سرای خانم من به پیشنهاد شوهرتون علی آقا اومدم اینجا اومده پیش من شکایت میکنه میگه شما دیگه باهاش حرف نمیزنید بهش اعتنا نمیکنید خب هرچی باشه شوهرتونه دیگه به گردن شما حق و حقوقی داره همونطور که میدونید شما نمیتونید چیزی رو ازش دریغ ببخشینا شما چه میدونید این 20 سال از زندگی ما چی گذشته حتی پسرامو با من دشمن کرده سرای خانم در شهر یه زن جوان دیده میخواد بگیرتش اما وسعش نمیرسه خرج دو تا زن رو بده میگه شما این خونه رو بردارید اساسش هم بردارید
دخترها مال شما. مزرعه رو هم بردارید. هر چی دوست دارید توش بکارید، برداشت کنید. نوش جونت. اما دیگه خرجی نمیتونه بده. این خونه فسقلیه و این زمین سنگلاخ که نمیتونه خرج من و دخترمو بده. سرای خانم، پیشنهادش خیلی باسخاوته. یه موضوع دیگه هست که میخواستم با شما در میون بذارم. ربطی به علی نداره. به هیچ کس مربوط نیست. اجازه میدید من در خدمت شما و این دخترای معصوم شما باشم؟ قابل شما رو ندارم. بندگاهی این بر اون بر خدمت میرسم. مینشینیم با هم حرف میزنیم. بیشتر با هم آشنا میشیم. و به موقعش وقتی لازم شد سرای خانم خطبه مبارک صیغه رو جاری کنیم. همونطور که میدانید در اسلام عزیزه صیغه کردن یک زن تنهای دو بچه. برو گم شو بیرون. یلا. دو نفر نشستیم داریم با هم دیگه خصوصی صحبت میکنیم. گوره کثیف تو از این خونه گم کن. آخوند حسن، شیخ حسن یا هر کوفتی که اسمت هست، وگرنه من تمام این دهو میذارم سرم. خجالتم خوب چیزیه. اقلا از اون قرآن مجید خجالت بکش که توی اون دستای نجستت میگیری. زهرا خانم، سوء تفاهم شده. به حضرت عباس سرای خانم از ناموس منم محترم تره. من با نیت خیر آمدم اینجا. قتل جسد گرفته؟ صیغه؟ فاحشه شرعی؟ تو چجوری روت میشه؟ حضرت عباس بزنه به اون کمرت. خاک بر سر تو، سه تا نسل بعد تو. برو گم شو بیرون یلا. افرید، زهر این نیش بالاخره هیکلتو مسموم میکنه و مال تو رو. صبر کنید، میبینید. هر دوتون میبینید. چه خبره تو زندگی تو مگه زن؟ مردی که هنوز میره شهر سراغ زنه خراب؟ دختری کیه؟ تو ازش تمکین میکنی؟ چیزی رو که میخواد بهش میدی؟ شایعه است که تمکین نمیکنی. جواب منو بده. چی میخواد میگیره. دیگه چیزی ندارم بدم. طلاق. طلاق قبول کن. بهش بده. بعد چی؟ صیغه مولا حسن بشم که دخترم از گشنگی نمیرن؟ نه، این کار از من بر نمیاد. این دختری تو شهر کیه؟ مهری. اسمش مهریه. بفرمایید. بس عقب نگاه نکن. 14 سالشه. چشاش روشنه. باباش دکتره، پول داره، قرار اعدام بشه. ممنون. علی هم قول داده کمکش کنه. در ازای عروسی با دخترش؟ حتما قول و قرارشون رو گذاشتن. کجا میدونی؟ خودش میگه برای پسرش قپی میاد که بهش افتخار کنه. علی و ملا حسن از قبل با هم نقشه کشیدن. باید حواسمون رو جمع کنیم. برای من بردی زن.
اینم توی خونه خودم. چرا این ملاید واسه من حیثیت باقی نذاشتی؟ منم مسخره و مسکه همه کردی. آخه به چه جرأتی؟ به چه جرأتی؟ خفش کنیم بچه رو. امروز ملا حسن آمده اینجا با یک پیشنهاد. یک پیشنهاد سخاوتمندانه برای طلاق مادرتون. ولی این زن جواب رد داده. سرگی یه تیکه گوشت نمیتونه بذاره وسط سفره. تیکه خرجی نمیدی. نمیتونم از برنج گوشت بسازم. ولی مهری همیشه سر سفرش گوشته. و خیلی خیلی چیزهای دیگه. هر شب زن بودن و بلده. اسم اون اینجا نیار علی. ما میتونیم بریم شهر. من نزدیک کارم باشم. شما بچه ها میتونیم باستار انقلاب بشیم. بس کن جلوی بچه ها نه. بابا ما میتونیم با تو بریم؟ البته. تو این ده که واسه شما چیزی بوش نره. ولی این زن نمیخواد ببینه شوهرش و بچه هاش خوشبخت بشن. چرا نمیذاریم ما بریم؟ فقط پسرا؟ پس دخترامون چی؟ من حاضر نیستم ببینم بچه هم از گرسنگی بمیرن. تو نسبت به من وظیفه داری. به عنوان شوهر، به عنوان پدر، شرعاً، قانوناً ما رو نمیتونی ول کنی بری. تازه من چی؟ زنت. اون آخوند عزیزت اومده زنتو بلند کنه. بله. انگار من فاحشه‌ام. آخه تو چه جور شوهری هستی؟ شرفت کجا رفته؟ غیرتت کجا رفته؟ بابا اینطور حرف نزن. باشو اینو تمیزش کن. پاشو اینو تمیزش کن. پاشو. بیست و پنج تومن واسه این غلطی کردی به من بده کاری. اینجا دنیای مرد هست. اینه هیچ وقت فراموش نکنی بچه. کجا میری؟ بلند شو بریم. کجا میری؟ بلند شو. کجا میری؟ نگاه نکن. به من نگاه میکنه اینجوری؟ ببین اون چشاتو! بودو بچه ها! کدوم قبرستونی میری؟ کجا میری؟ بودو! اگه طلاق میخواد باید هزینه‌شم بده. نمیده. میشناسمش. من باید برای حرف بزنم. از من حرف شنوی داره. بعد مرگ خدا بیامرز شوهرم میخواست منو بگیره. وقتی بچه بودم بابا ننه منو فرستن پیش ارباب کار کنم که مجبور نشن شکم و منو سیر کنن. اونم همه جور دستمالی میکرد. غیر از دخترگی دیگه هیچی برام باقی نذاشت. خودت که میدونی دیگه نمیذارم اون بلا سرم بیاد، نه سر خودم نه سر دخترام. پس باید حفظشون کنی دیگه. یه کاری نکنی این مردی که تحریک بشه به تو نمیتونه تعرض بکنه. چه شب اینجا پیش تو بمونی؟ نه میره دادگاه با عرض حال عدم تمکین برمیگرده. خونه خوب نمیخوابه.
زهرا خانم، میشه بیا کمک؟ نه محسن. چی شده؟ رفتم سراغ دکتر، گفتن خودش رفته شهر. نمیدونستم دیگه به کی رو بیارم. باشه اومدم، دقیقه بستا. ننه میام. نه شد دیگه، چی گفتم برو خونه. بفرمایش ما. خدا خیره دیده. خدا خیرت بده زهرا جان. اختیار داری باشی موقع این حرفا چیه؟ مستقا برو آقا، بابا داشت دست از هم باشی. همه ماشین علیه. هاشم باورت میشه؟ ماشاءالله خیلی قوی بنیه. وقتی حامله شد 30 سال از ازدواج ما گذشته بود. همه میگفتن نمیتونه بچه بیاره، اما به خواست خدا محسن رو برای ما آورد. زهرا جان حالش خوب میشه؟ میگه هاشم آقا باید آمادهش کنم واسه کفن و دفن. تمام خرید باشه. نه شما که بهتر از من میدونی چشمه هیچ کس نباید به زن مرده بیفته، حتی شوهرش. هنوز جنازش رو زمینه و انبالشو داریم غارت میکنید. خجالت بکش. چرا؟ اینه که دیگه به درده اون نمیخوره. دیگه چیه؟ آفرین. بردارمش چیزا صاحب داره؟ شاید هاشم لازمشون داشته باشه. چرخ خیاطی رو هاشم حتی نمیدونه سوزن چیه. گفتم بذار پایین، زنش مرده، خودش که زنده است. برو پی کارت. زهرا. بله. یه دقیقه بیا اینجا. زهرا خانم، هاشم به ما گفت که شما دیشب به ایشون و خانومش کلی خدمت کردین. دستتون درد نکنه.
چند روز پیش از این باید میبردینش بیمارستان، میخوام میدونش یکی باید میبرده شهر. تو علی با اون ماشین کت گنده که یهو گیرت اومده، ولی تو مسافرکشی های مهمتری داری نه؟ زهرا خانم شما یه خورو کوتاه بیایید، الان وقت عزاداریه، ما نگران هاشم هستیم آیندهش. این جنازه زنش هنوز رو زمینه بابا. منظور نداشتم. زهرا خانم هاشم نمیتونه یه تنه به همه کارا برسه، غذا بپزه، تمیز بکنه، گلکاری بکنه. محسن این پسر مادر بالا سرش نباشه هرز بار میاد. تو با سرایا صحبت کن، ببین میتونه تو کارهای منزل به هاشم کمک کنه، البته بعد از انجام کارهای منزل خودش. بله همه ما اهل ده ها باید زیر بال همدیگه رو بگیر. آه، پایین موضوع شما ها بایستی نگاه کنین همه کارا رو سرعیه بکنه، چون خودتون بهش نمیگین. زهرا خانم سرعیه از شما بیشتر حرف شما رو میکنه. خب البته اگه یه پولی در کار باشه شاید بهتر قبول کنه. ما صحبت کردیم طبعاً باید مواجب داشته باشه. بایدم بگیره، خوبش هم بگیره، اما این پول مال خودشه ها، فقط مال خود سرعی ها. حالا پس چی؟ البته که مال خودشه، نه برای خرجی خونه، نه بنزین ماشین، نه زنهای تو. هرچی پیرتر بشی دهنت گشادتر میشه. لابد جون میده بسه تو دهنی، درسته؟ تصمیم گرفته شده سرعی ها برای هاشم کار میکنه. زهرا، زهرا، به خدا داری تندروی میکنی، اوضاع مملکت عوض شده، شاه دیگه سرکار نیست ها. چجورم نیست؟ زهرا دوستانه بهت میگم مواظب کلامت باش، به این مردها احترام بگذار، اینها عصبانی بشن درد سر درست میکنن، خواهشون راه بیا. کاری توست ابراهیم، نه من. اما به چه قیمتی؟ فکرشو کردی؟ شما خوب از پسشون بر آمدی، خدا خیرت بده، خیلی به شما علاقه داشت. اینو بذار یه جای امن. عزیزم محسن چیکار میکنی بابا؟ بذار بره سرای خانم. اما شام با چی میشه؟ برمیگردی درستش میکنی؟ دلت چو نزنه، پیشام نمیزنم بهتون. خدا خیرت باشه. باشه محسن جان. پیش بیا بریم. جشن بزرگانه اسلام مبارکش عرضی شانه. خیلی انجام نکن، تو که میدونی من قلقلکی هستم. چیه بابا؟ من دامن نو لازم نداشتم، نه واسه یکی میدوختی یه پولی گیرت بیاد. هاشم گفت هر کاری میخوای با این پارچه بکن، منم دارم تو تمرین میکنم. بچرخ. هاشم باید خوب تا میکنه؟ روسته داره ولی مهربونه. خدا عمرش بده. ما
میشینه واسه من نگه داری؟ همه پول یک دو حالا در آوردم. بخوام یه جای امنی باشی. دست اون نامر نیفته؟ خیال تخت باشه. جای امنی. باریکلا. خیلی قشنگ شد. مثل خانوما شدم. دست درد نکنه. خیلی خوشگله. بچه ها دستون در نکنه خیلی تمیز شده. بابا کی میریم به شهر؟ به زودی. یه شب بذار. تشکر رئیس. باشه یه جونم. تشکر رئیس. قربونت. مادر و دخترها اونا چی؟ فکر اونا نکن. همه چی رو خودم درست میکنم. بیا سخت بردار بره خونه. ماشالله ماشالله چه پسرهایی باری کرده. من فکر میکنم بین هاشم و سرعیه یه خبری. من فکر نمیکنم سرعیه هم چیزنی به نظر نمیاد. تو از کجا میدونی؟ خونش که کار میکنه، اونم که یه مرد زن مرده تنهاست. اصلا خودت میدونی داری چی میگی؟ مجازات یه زن زناکار سنگساره. اینو میخوای؟ اینجوری خرج و نفقه هم لازم نداره. سرعیه که داره مواجب میگیره، سر وقت هم که رضایت میده به طلاق، دنبال دردسر میگردی علی؟ وقتشو ندارم. تو واسه من عادل شدی؟ اگه توی دنیا عدالت وجود می‌داشت، تو رو تا حالا 100 دفعه سنگسارت کرده بودن. چرا داری شلوغش میکنی؟ ابراهیم رو باید راضی کرد. ابراهیم شاهد میخواد. اون سرایی رو از بچگی میشناسه. من یک شاهد. تو هم شاهد دوم. من که نمیتونم شاهد باشم که. من و ابراهیم داریم این قضیه رسیدگی میکنیم. یه شاهد دیگه پیدا بکن. پیدا میکنم. ولی اول باید آسیو رو شاهد قبی کرد. از این بهتر نمیشه نه. خیلی نه. بنداز ببینم. سلام عرض کنم زهره خانم. خیلی مخلصم. این دامنه جدید پوشیدی؟ خیلی شبیه پارچه‌ای که خونه هاشم دیدم. آره خودشه. کارزلم واسم دوخته. انگشتر زن هاشم هم که گرد تو اومده. هاشم نمیخواد چه کار؟ مگه اینکه بخواد یه زن جدید بسونه. داری یه دستی میزنی به سریا؟ منظورت چیه؟ خودتو به اون را نزن. یه اون کارت غیبت کردنه. حرف با زهراست. تو خیلی غیبت میکنی. وقتی یه چیزی نمیدونی دهن تو ببن انقدر حرف نزن. شاید یه چیزایی هم بدونم. چیزی نیست که بدونی. من میدونم سرایه تمکین علی رو نمیکنه. وگرنه چرا باید دوربر زنای دیگه باشه؟ دیگه برای اینکه مرد بی شرفیه. اونم مثل همه مرد دیگه است. بهش بده بخوره، خوشحاله. وگرنه میره جای دیگه چیزی که میخواد پیدا میکنه و تقصیرش رو بذاره گردن تو. من سرایه رو خوب میشناسم. زن خوب و نجیبیه. خب تو شوهرشی؟ تقصیر علی نیست که زنش سرد میذاره. هیچکی نمیدونه بین زن شوهر چی میگذره. شما که ماشاءالله خوب میدونی لیلی خانم جون. خوشگلی مامان. آره عزیزم خیلی خوشگلم.
مامان میگیم. بذار ببینم. گاو میش؟ گاو نه. ماما فیله؟ مامان. بس دیگه. من برگردم شام درست کنم. سوریا؟ ترسوندی منو. زود اومدی خونه. کاری تو دست نداشتم. ماشینی نمیاد از اینجا رد بشه. محسن کجاست؟ خوابیده. زمین خورد پوست زانوش رفت. اینقدر گریه کرد تا خوابش برد. آره؟ نه چیزی نیست. یه خارش کوچیک. خب. کار من تمومه. غذاتون روی اجاقه. چه خوش عطره. آره، امروز گوشتش تازه بود. میمانی با هم؟ غذا بخوریم؟ نه دیگه. باید برم خونه. البته، بله. بعضی وقتا میلوم نمیکشه تنهایی غذا بخوریم. محسن حالا بیدار میشه. فردا صبح برمیگرد. اگر توقع دارید من به عنوان کت خدا دادگاه تشکیل بدم، شاهد باید معتبر باشه، با مدرک معتبر. رفقای خودتو این خاله زنکای ده که با سریا چپ افتادن شاهد حساب نمیشن. قانون اسلام حکم میکنه هر شاهدی میتونه قدم جلو بذاره. پس برو مدرک بیار. مدرک، نه غیبت. ابراهیم. الان نه زهرا، کار دارم. من میدونم با اون شوهرش داریم واسش نقشه میکشیم. نقشه ای در کار نیست. شکایت شده. ابراهیم، از حالا دارم بهت هشدار میدم. اما محاله بذارم به این زن بیچاره کمترین آزاری برسونیم. پوزه بند رو باید مثل اینکه به دهن زنها ببندم به جای سکها. سریا مادر زن بهتری پیدا نمیشه، تو همینو خودت خوب میدونی. ولی ما فکر میکنیم که سریا زیادی خونه هاشم میره. وقتی هم میره زیادی اونجا میمونه. اینجا چه خبره؟ میخوام بدونم. تو کاری که بر بربرودی استخالت نکن. آخه تو چه میفهمی زن؟ باورم نمیشه یه روز فکر میکردم زن تو بشم. واقعا که ابراهیم تبدیل شدی به جاده صاف کن دیگران، شدی نوکر، شدی بنده، شدی صیغه، صیغه اون دیو صفت. سریا جون، اینا وسط نقشه کشیدن. دقیقا نمیدونم نقشهشون چیه، ولی هرچی هست بر علیه توست، اینو فهمیدم. فقط مزاحمش هستم، قابل نقشه نیستن، در واقع نامریم. سریا، این مردا یه چیزی زیر سر دارن. ابراهیم یه جورایی به من گفت تو باید این کارو ول کنی، دیگه نباید بری خونه باشه. یعنی چی ول کنم؟
این کار تنها امید منه. نه ولش نمیکنم. ولی دیگه نباید بری اونجا. یادت باشه که همون مردا که راجبشون حرف میزنیم به من گفتن این کارو بگیرم. کاری رو بهم گفتن کردم. و حالا این کار مال منه. نگارش میدارم. علی اصلا شکایت میکنه. چی از من شکایت میکنه؟ تو چی میگی بهش؟ چی؟ اگه چیزی بگم کتکم میزنه. سریا نمیفهم اینا یه راهی پیدا میکنن بچزوننت. اون آخون با اون زبونش ما رو از تو سوراخ میکشه بیرون. دیگه بس. هیچ توطئه‌ای در کار نیست، هیچ جنایتی در کار نیست. فقط یه خاله دارم که زیادی خیالات درش داشته. تو هیچ وقت حواست به کاسه پشت نیم کاسه نیست. خوش آمدید. سلام علیکم. علیکم السلام. الله بندم. خیلی خوش آمدید. آقا هاشم. ما در مورد یک کاری میخواییم رسیدگی بکنیم. این دوست تو علی آقا به ثریا خانومش میاد منزل شما رو رفتم. خانومش مظنون شده. خب همونطور که بله مز دستر هستی، من مسئولم در برابر امام که به همه شؤون و احکام مقدس اسلام عزیز در مورد ناموس و شرافت رعایت بشه. این انتظار اسلام البته توانند یک قاضی شرعی از تهران بفرستند درخواست کنید، ولی خب در مقامی است که مثل من با تو و این آبادی آشنایی نداره. بخونید ما سواد که نداریم. هاشم جان خیلی وقت با هم رفیقیم، درسته؟ بله روک میگم رفاقتی مرد و مردون راستشو. زن من خونه تو میخوابه. نه علی آقا شما خودت بهتر میدانی ثریا خانم هر شب خانه است. اینکه جواب نشد، منظورم اینه که خونه شما چرتی میزنه خستگیشو درک کنه. ما از کجا بدانم؟ هاشم راستشو بگو، آخه مگه میشه تو ندونه؟ یا میخوابه یا نمیخوابه. والله منو ببخشین، من انسان ابن ساده هستم، سردر نمیارم. شما با این سوالات به کجا میخوایید؟ هاشم بشین. نه آقا نه نه نه، من مجازه مرخص میشم. خدا حافظ. محسن، آچارده امیدی به بابا؟ آچارده نار جب آچار. شما درد نکنه. سر شما برم محسن جان. بابا جان هاشم، ما دو تا شاهد لازم داریم. یکیشو داره. حالا اگه بخوای میتونیم با پسر صحبت کنیم، ببینیم آیا دیده ثریا خونشمون خوابیده باشه. از این بپرسین.
اون از کجا میدونه چی به شما بگه؟ البته که میدونه. محسن جان، بابا جان. تو میدونی ها؟ باریکلا. پای اینا بکشین کنار. علی آقا؟ نمیشه. زنه اگه زن من با تو خوابیده باشه و تو خوشت اومده تو اون شهر که جرمی؟ در شهر اسلامی شرکت در زنا مجازات داره. دادگاه میتونه محاکمه صادر کنه. بعضی مواقع مرد زناکار رو بغل زن زناکار سنگسار میکنن. بچه بیچاره بدون پدر بالا سرش زبونم لال از دارالمجانین سر در میاره. میتونم ببرم این زندون حالا خودم موضوعش باشم. محسن جان، بابا جان، پسر خوب سریا خونه شما چیکار میکنه؟ به دست میزنه؟ بابا حیا کنین شما رو به خدا، این بچه هست. سریا خونه شما دراز میکشه درسته؟ برای چی این کار میکنه؟ خوبیت نداره والا. این زن بیچاره گناه داره، بالاخره خدایی داره اون بالا، میبینم خدا همه چی را. آشان بگو سریا خونه شما میخوابه. ما از کجا بدانم؟ تو شایدم بخوابه. وقتی با خانه نباشم شاید بخوابه. شاید. من چه میدانم؟ خب یه روز رفتم خانه دیدم دراز کشیده، چرت میزنه. گفت سردرد داره. گفت چی گفت؟ چیزی که یه زن فقط باید به شوهرش بگه. چیزی که سابق با من میگفت. آخه زنه که جنده با سیکی بود سیکی جوی ناموز بوسه مرد نمیزنن این تا خجالت نمیزنن آمرو برای شوهر نمیزنن گیره من شرا آخر علی بلگه بله همه تو نشستین اینجا میگه ساکن همه تو ساکن باشین ببینم بریم منزل من علی تو من و سریا بیجا برو سراغ ابراهیم منش دار بیارش تو خونه من ببینم میتونیم موضوع رو مثل آدم هر کنیم پیر زن این به تو چه مربوطه بین من و زنمه یه همینه که جلوی مردم کتکش میزنی بریم اگه مهم نبیا خونه من ببینیم چی کار میکنن آمرو واسه من نذاشته ناموز بگر علا این که ما این تو اسم میخواب چیزی که نشده حالت خوبه
باز که معرکه گرفتی زهرا؟ چه خبره اینجا؟ این زن به من خیانت کرده. با هاشم. شک داشتم مطمئن شدم. خودم مرچشون رو گرفتم. صحت داره سرایا؟ همچی کاری کردی؟ نه والا به خدا نکردم. تو چرا دروغ میگی؟ همه ده میدونن. هر روز میری خونه هاشم. با هاشم بخوابی؟ دروغ میگه. من شوهر دارم. این چیزا حتی به فکرم نمیرسه. تو میگی بهت خیانت کرده؟ آخه واقعا بگو چیکار کرده؟ با حالا هم واسطه بودم با هم دیگه پش پش میکردن. خودم دیدم دیگه رو دستمونه میکردن. داشت میامد بیرون خیلی با هم دیگه پش پش میکردن. خیلی میخندیدن. این طوره سرایا؟ به هاشم گفتم رختاشو میبرم خونه بشورم. وقتی برگشتم شام درست میکنم. بله با هم لبخند زدیم. فرما اینم هاشم حالا حقیقت معلوم میشه. حرف زدن با مردی که ساب کارشه آخه این که گناه نیست. حرف زدن با شوهر دوست آدم که حرام نیست. خنده خنده که خلاف قانون نیست. هاشم وقتی با سرایا پچ پچ میکردیم چی میگفتیم به هم؟ پچ پچ نمیکردیم. گفتش لباس ها رو میخواد ببره خانه بشوره بعد برگرده شام درست بکنه. بعد گفت میخواد چرت بزنه. من اینو نگفتم. وقت چرت زده ندارم به اون همه کار. هاشم چشمای من نگاه کن. حواست به من باشه. ازت سوال میکنم جواب دقیق میخوام. آره یا نه؟ متوجهی؟ سوریا به تو گفت که میخواد اونجا منزل تو دراز بکشه؟ بله گفتش. همیشه دراز میکشه دراز میکشه. وقتی خانه ما هست همش میخواد دراز بکشه روی رخت خواب. مشتی ابراهیم حرفایی میگه که یه زن فقط باز به شوهرش بگه. دروغ میگه. وقتی کارم جمع میشه یه دقم خونش نمیمونم. درم که همیشه واضح به خدا. تو چرا این کارو میکنی؟ تو چرا این حرفو میزنی؟ من زن تو دوست داشتم. پسرتو نگه میدارم. اینا ازم خواستن برات کار کنم. من کی کار خلافی کردم؟ بیا بشین. هاشم وقتی مردی زنش رو متهم به زنا میکنه خون تمام اهالی ده به جوش میاد. مردم ما نمیتونن همچین جرمی رو تحمل بکنن. باید واقعا یقین داشته باشی ها. بابا حقیقت رو میگه دیگه. حقیقتو من به شما میگم. علی آقا خودش من به خودشم گفتم. ملا حسن در جریانه. تمام شهر کوپای آیا آقا شما برو تو کوچه ببین مردم زنا چی میگن به هم. اگه اون خاله زنکا رو میگی که اونا اصلا نمیفهمن چی میگن. هرچی رو که میشنون تکرار میکنن. این که هیچ دروغی رو راست نمیگن. من خودم دیدم با هم دیگه پش پش میکردن. فقط لبخند زدین. همین به همه لبخند میزنم. مثل خلکیلای محله. همه میدونم. همه میدونم من عجیبم. بله میگن حامله ای. من حامله؟ پس نام باستم کنید خودتون ببینید. سرایا دو مرد عاقل و بالغ به تو اتهام میزنن که اعمال و رفتارت دور از شونات زناشویی و مادری. آیا میتونی بیگناهی خودتو ثابت کنی؟ من ثابت کنم؟ چطور میتونم؟ اونا که به من تهمت میزنن باید ثابت کنن. وقتی مردی اتهام به زنش میزنه این وظیفه زنه که بیگناهی خودشو ثابت کنه. مسئولیت زنه که بیگناهی خودشو ثابت کنه. قانون شهر اینطور میگه. حتی در موردی که زنی از شوهر شاکی باشه باز هم اثبات ادعا به عهده زن است. میفهمی؟ بله کاملا روشنه.
زنها همه تقصیر کارن، مرد و بیگناه. درست. ببن دهن گشاته دو. تو برو گم شو. بریم. ابراهیم. ما هم از بچگی میشناسیم. به من نمیتونی دروغ بگی؟ این یه نقشه هست. این برای علی اون دختر هست که میخواد بگیرتش. نه. این درباره یک جرمه. یک جرم بزرگ. جرمی که مربوط میشه به یک شوهر، یک پدر، دو پسر، تمامی ده و اصلا خود اسلام. این موضوع زن. حالا بذار برم به کارم برسم. چه خبره؟ ابراهیم ما رو فرستاده پیش شما بمونید. مردا رو جمع کرده میخوان جلسه بذارن. کی باشه؟ مولا حسن، علی، البته دوستای علی، دو تا پسرهای تو سرایا، مرتضی رمضانی. پدر من هر تصمیمی بگیرن چیزی نمیگه. همه مردا همینطورن. کی تا حالا از ما دفاع کردن؟ تا یادم میاد ندیدم کت خدا جز جریمه یا خدمت اجباری علیه کسی رأی داده باشه. این فخر میکنه. شما پشت برو استراحت کن. بیا یه ذره استراحت کن. زهرا جون منظوری نداشتم. میدونم به چی فکر میکنی. محکومش کردم. محکومه. مقصره. مقصر.
ضعف ملا حسنه. اصلا انگشت شما رو میخواد. سر انگشت منو میخواد؟ بله. بریم حالا. زود باش. چه تصمیمی گرفتن؟ بد نیست. بگو به من. باید بریم از اینجا. کجا بریم؟ با چه وسیله؟ با چه پولی؟ دارن توی میدون ده سنگ سارت میکنن تا یه ساعت دیگه. میفهمی؟ یلا. خواهر! خواهر! ایس! برو با این هستم. ایس! کجا داری میری؟ دست از سرمون وردار، ما داریم میریم از اینجا. هیچ جا نمیری. بالاخره کار خودشو کرد، از شهر من خلاص شد. بندازه گردنت، گمش نکنی عزیزم، فهمیدی؟ اینم مال تو کتانی جون، مال مادرم بود، اونم از مادرش بهش رسیده بود. تو هم یه روزی انشالله میدی به دختر بزرگت. نبود بعد نوبت دخترامه. مواظبشون باش خاله جون. مواظب اونا باش. نگران نباش. وقتی بزرگ شدن همه چی رو بهشون بگو. یه جوری بگو که از مادرشون خجالت نکشن. سریا بهت قول میدم بهشون حقیقت رو بگم. به همه میگم. به همه دنیا میگم.
بزرگیت قسم میدم من رو یاری کن. اگر این عملی که میخواییم انجام بدهیم مطابق خواست توست، به من این نیرو رو بده که این کار رو تمام کنم. به من کمک کن که این کار رو به درستی انجام بدم. اما اگر این کاری که داری میکنی مطابق خواست تو نیست، به من نشانی بده تا بتوانم از این کار جلوگیری کنم. ترسی؟ از مرگ نه، اما از مردن با سنگ. دردش مامان، مامان تو چرا باید بمیری؟ تو نگاه نکن پسرم، کاری به این کارا نداشته باش. تو باهاشون چی کار کردی؟ من کاری نکردم. پدرت میخواد از دست من خلاص شه. مرد باش احمق جون. بیا اینجا. رضا جون. بیا بیا. بیا بیا. بشین اینجا. چقدر دلت میخواد اینجا گریه کن. لالای 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 گله پونه دلوم هم از شب رکین خونه. لالای 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 گله پسته چرا درها برود بسته. غریبه نیست تو رو دشمن، تو رو دشمن همین دوسته. اینجا thank you.
منوچهری، پس از بررسی اتهامات و رعایت انصاف و اصول شرعی، رأی به این داده شده که شما مجازات بشی و مجازات شما اعدام است. به خواسته اهالی کوهپایه و مطابق با قوانین شرعی شما همین امروز در این محل اعدام بشی. آبادی را به باد داده، باید کفاره گناهشو پس بده. فراموش نکنیم هر سنگی که پرت میکنیم حیثیت جرافت از دست رفتمون را به خودمان برمیگردانیم. شما سلام به همه آقایون و خارا. در شهر شنیدیم که بازار است امروز دارده با صفات. خدمت رسیدیم که باز کنیم سرگرم با بچه هاتان، که برون کنیم خستگی کار را از تان و بدان هاتان. این چیه ما کار داریم؟ برین گمشین. بریم بریم. باداس نماز برای شما. سرگرمی داریم، بیایید برای تماشا. دست محکوم رو بگیرین، دنبال من بیاین. وقتش رسیده. چادر رو سرش بردار. من گریه نمی کنم. تام گریه نکن. دعا کن. با همه وجود دعا کن. خود خدا توی بهشت منتظر. واسه امام دعا کن. بیا 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 بیا. سوریا منوچهری، اگر صحبتی داری که بخوای از دفاع خودت بگی، الان وقتشه.
این آخرین فرصته. آخه شما چتون شده؟ انگار منو نمیشناسین. من سرایام. این همه به خونه هاتون اومدم. با هم همسفره بودیم، دوست بودیم. چطور دلتون راضی میشه این کارو بکنین؟ با همسایه‌تون. مادرتون. دخترتون. زنت. چطور روتون میشه؟ قانون خداست. بسه دیگه، برین کنار. بسه. آقا مرتضی حرفی داری که بزنی؟ ابراهیم من چه حرفی دارم بزنم؟ من بخت برگشته. این دختر من نیست دیگه. من پدرش نیستم من بعد. به حضرت عباس تمومش کنیم بره. بس. علی نصار بگی. خدا نکنی. برو کنار زن. برو کنار، مزاحم نشو. آخه این بچه‌ای تغییر داره. من جاش وای میستم. منو زنگ زار کنی. ابراهیم، منو زنگ زار کن. زهرای موضوع به تو مربوط نمیشه. برو کنار. ابراهیم، تو رو خدا هر کاری میخوای بکنم ابراهیم. چه کار میتونی بکنی؟ ابراهیم. ابراهیم. برش بیرون.
یه سنگ دیگه بدی. خدایا به تو متوسل میشم، از گناه این دختر هرزه بگذر. ببخش بابا، این نشونه یه عدل الهیه. آخه مگه نمیبینی هرچی سنگ بهش میزنی نمیخوره؟ بفهمی خانوادت رو رسوا کردی. ناراحت نباش آقا مرتضا، من خودم خدمتش میرسم. بزنیم پسرا، بزنیم به امان خدا. بزنش!
İçinden ısındınız! Tek öldürün! بذاریم خداوند قادر متعال را. لا لا الا الله. تمام شد. رای خدا خودش بهت رحم کنه.
رسیدی. They refused to let us bury her. We took her body and left it by the river. In the town, they were celebrating. That was yesterday. This morning, before dawn, I went back to the river and buried what dogs had left of her. یالا جای شما آقا ماشین رو روش انداختم. ممنون. چه خبره؟ هیچی، دارم بیاد ماشینش رو ببره. نباید بزنیم بره. جرمی مرتکب نشده. یارو خبرنگاره، نویسنده است. هر قضیه که اینجاست باید بین خودم تو این چهار دیواری بمونه. باید بره ببینیم زفره بهش چی گفته. آماده باشیم. برگشتی؟ مگه قرار نبود عروسی کنی؟ عروسی باباش اعدام کرد. حیف شد، خیلی خاطرشو میخواستم. پس اون همه داده قال سر چی بود؟ هیچی؟ شما من رو برداشتین شهادت رو دروغ بدم وسط میدان تک تک کردین سر هیچی. چی داری میگی هاشم؟ مشت ابراهیم من رو ترساندن، گفتن بچه تا یتیم میکنیم، گفتن همش افترا، همش دروغ. اصلا ول کن مشت ابراهیم. چنجور نگاه میکنی؟ خودم دست تو کاره. این حقیقت نداره. شما دروغ گفتید به من. چونو دروغ گفتی؟ تو اینکه کت خدایی، این محاکمه هم چای داره کردی. نباید بذاریم بره. زهره خانم ما رو ببخشید که مزاحم وقت شما شده. به هیچ وجه. زهره خانم یکم پرحرفه، خیلی هم خیال بافه. مگه نه ابراهیم؟ آره، گاهی نمیشه فهمید کی راست میگه کی دروغ. اینو دیگه به عهده آقایون میذارم. آیا عجله شما دارین کجا میریم؟ تو کیف چی داری؟ ببخشید، باید حسابشو بدم. حسابتو دادی شما. ممنون. بودم بذارم شما اینجا برید. شما رجل به ایچی هفت میزید.
داشو ضبط کردی؟ مال منه نوار. اینجا همه چیز به همه کس مربوطه. اصلا به خارجی ها اجازه نمیدیم تو کار ماها دخالت. من خارجی نیستم. که بچه جوهتی الکه اینطور شد. من میگم به اولین پست دولتی که رسیدم شکایت کنم. هر غلطی که دلت میخواد بکن. نمیتونم بکنم دخترم رو بزنم. زیاد گاز نده خفه میکنم. از چی میترسی؟ مگه خودت نگفتی حق به حق دار میرسه؟ خدا قربونش برم بزرگه. الله اکبر. از چی میترسی؟ مگه قرار نبود ده ما نمونه بشه توی کشور؟ حالا نمونه میشه تو همه دنیا. آره خبرش به گوش همه دنیا میرسه. خبرش به گوش همه دنیا میرسه.